شما دعوت میکنم که بیننده برنامه دو سرباز باشید. تهران سال 2004 میلادی. تصویر فرماندهان و بسیجیانی که در جنگ کشته شدند هنوز بر در و دیوار شهر دیده می شود. پیام های تبلیغی رهبران جمهوری اسلامی جوانان نسل جدید را به شهادت تشویق می کنند. برای بررسی بعد انسانی جنگ خونین 8 ساله ایران و عراق به تهران رفته بودم. می خواستم داستان جنگ را از نگاه بازماندگانش ببینم. من تو کمیته بودم، تو سپاه بودیم، همه جا بودم، تو جبهه جنگم رفتم اومدم، اما منتها انتظار همچین روزی رو نمی‌کشیدم. بهشت زهرا، حرم حضرت امام. آه جبهه کو برادرهای من، آه جبهه کو برادرهای من. فیلم برداری را از بهشت زهرا، محل دفن هزاران قربانی جنگ، آغاز کرد. ابتدا بر شب کرد. بگم هزاران انسان جوان اینجا بغل حرم خوابیدن و همینجا بود که ماموران امنیتی حتی ما را از فیلم برداری گورستان قربانیان جنگ منع کردند. یعنی دور گرفتن از خط شهادت فیلم برداری میخواد؟ بعد مجوز داشته باشه از خانه شهید. پس از مدت‌ها تلاش مجوز فیلم برداری داده نشد و به کانادا برگشتم. در شهر ونکوور تازه فهمیدم داستانی که در ایران دنبالش بودم در چند کوچه دورتر از محل زندگی خودم بود. خیلی سختی کشیدم. تمامی دوستام توی جنگ کشته شدن. از اینجا خوشم میاد. اینجا آرامش دارم. بچه‌هایی که جبهه می اومدن آدمایی بودن که جونشون رو کف دستشون گرفته بودن و جوون بودن و داوطلب. زاهد سالها در خط مقدم جبهه های ایران و عراق جنگیده، زخمی شده و در روزهای آخر جنگ به اسارت در آمده است. او 28 ماه در اسارت عراقی ها بوده و پس از بازگشت مدتی کوتاه را بیشتر در ایران نمانده است. در سال 2000 میلادی زاهد کشوری را که برایش جنگیده بود رها کرد و به کانادا پناهنده شد. او حالا در ونکوور زندگی می کند. انقدر فشار و استراب و استرس داشتم، انقدر دلهوره داشتم، ناراحتیم از دور از خانواده، بعد اون همه فشارهای جور و جوری که توی زندگی بهم اومده بود، تصمیم گرفتم خودکشی کنم. بعد با کمک دوستان سازمان وست رو به من معرفی کردن. Oh, 2 o'clock. You don't happen to have the file, do you? Yeah, I do. مرکز مشاوره روانی ونکوور وست سال هاست به شاهدان خشونت جنگ و شکنجه خدمات مشاوره میدهد. جین لیمپرایر مدیر بالینی این مرکز خیریه است. If we think about paranoia, depression, there's a huge range. Sometimes people who come here or who are new to VAST can be in a state of dissociation, and that actually is where they can't be in the here and now. Their mind is completely in the trauma that they experienced in their home country. As you can see here, these are some wonderful pictures that the children have done in their therapy groups. I would say the larger content
would be from the Middle East. This is Arabic. Hazal istiqbal. Yes. Khosh amadin in Persian. Yes. Welcome. You have Iranian client here. Oh, we have, yes, a large community of Iranian client. سلام. مرسی. حال شما خوبه؟ مرسی. شما چطوری؟ زاهد برای رهایی از خاطرات خشونت میدان جنگ خانواده و دوستانش را ترک کرد. اما پس از سالها چهره کریه جنگ هنوز میدان خلوت زندگیش را رها نکرده بود. با کولباری از تعلم روحی زاهد در سال 2002 برای مشاوره به این مرکز پناه آورد. بارها و بارها از خودم سوال میکردم که اصلا این جنگ برای چی اتفاق افتاد؟ چرا باید این همه بچه های دست گلی که تا به حال لذت زندگی رو نبردن برای چی باید اینجوری با این بیرحمی کشته بشن یا به عبارت دیگه ای شهید بشن؟ زاهد جون، این اتاق کار بچه هاست و بزرگا، همه کسی که مثل خودتن تنها نبودی، هنوزم نیستی. در طرف دیگر شهر سربازی زندگی می کند که او هم زمانی به مرکز وست پناه آورد. نجا عبود زمانی روبروی زاهد جنگیده بود. به 17 سال از روزهای جوانیش را در جبهه های جنگ علیه ایران و اسارت به سر برد. هنوز بعض از وقت های اعصاب می خورد، بعض های تو خواب می بینم که زیر نجور می شم، ولی چون اینجا زندگی حقیقی زندگی آرام و فراوان همه چیزی های یه خورده دارم فراموش میکنم. نجا پس از بازگشت از اسارت و مدتی زندگی در عراق وطنش را رها کرد و در سال 2000 میلادی با کولباری از خاطرات تلخ جنگ همزمان با زاهد به کانادا آمد. I feel broke down. Explain to anybody what happened with us. یعنی our enemy, the soldier sometimes they cry for us. But they say we order. If we don't do this one, they will do with us. Hello? نجد داستان سالهای اسارتش را بارها برای دوست دخترش تعریف کرده است. You know, in the prisoner I am for, yani 17 years, in this region, lot of people dead, missing, lot of from his body. We never smell, not taste, smell the coffee, never smell it. For the milk, huh? Some people they dream. Yeah, some people they wake up, oh God, all the night I dream, drink milk with my family. You know, even if I reach deep down into myself, trying to imagine what it would be like for you, puts things into perspective. صدام حسین جنگ را القادسیه خواند. از مردم عراق و جوانان عرب منطقه خواست برای دفاع از امت عربی به ارتش او بپیوندند. نجا عبود رستورانش در بغداد، همسر و پسر 4 ماهه‌اش را به اجبار رها و خود را به پادگانی نظامی معرفی کرد. ما دیوانه شدیم. چه جنگ شروع شده؟ تیوی و چیزی ها گفتن عراق اندر دنجار، میخوام اونها بگرن. موالید خودم دولت نوشتن تو نیوز پیپر و همه چیزی باید به آرمی بلا فاصله میاد. من رفتم تو آرمی تقریبا 4 ماه به تانک اونها یاد بده، گفتم بلا فاصله میری تو منطقه. من قبلا یه ازن گرفتم، یه بچه دارم و خیلی دوست دارم، ولی اراده خدا زندگی ما ادامه نمیده. رزمندگان جان به کفوز شجاعت آمده، ای
الله خمینی جنگ را دفاع مقدس نامید. آیت الله خمینی از جوانان ایرانی خواست برای دفاع از اسلام به سوی جبهه‌های جنگ بشتابند. بلنگوها در سطح شهر دائما تبلیغات می‌زدند و گر طالب کوی حسینی، گر پیرو پیر خمینی، یادی از جبهه کن رو به سوی کربلا. مدرسه‌ای که توش درس می‌خوندم بمبارون شد و چند نفر از همکلاسیام و هم مدرسه‌یام کشته شدن. در سن 13 سال و نیمه اعزام به جبهه شدم. فرستادنم رفتم یه چند روز یه دوره فشرده امدادگری دیدم تا اینکه گفتن عملیات فتح خرمشهر. وقتی ایران به حمله بزرگ به ما حمله زد، ما همین تو خرمشهر بودیم، به زمین ایران بودیم. چون خون همه جا، بوه آدمین همه جا. وقتی این جنگ شروع شده همه دستور میدن بکش. میخوام خون میبینیم، میخوام آدم کشته زیاد میبینیم. من ببینم افسران، ما افسران نمیبینن رفتن، نمیدونم کدام جا. فقط ما سربازان بودیم. بمبارانی مالی توپخانه همه جا مثل بارون میاد. ما میخوام فرار میکنیم ولی چاره نداریم، نمیتونیم فرار میکنیم، چون بغل ما یه سپیشال بیبول کشت انیبادی میخوام فرار میکنیم. یه بمباره نزدیک ما اومد و به سرم و به دستم و شکمم زخمی شدم. برگشتم به همین استنگار. در عملیات آزادی خرمشهر دو طرف تلفات زیادی دادند و نفرات زیادی از عراقی ها هم به اسارت ایرانی ها در آمدند. یه سربازان سپیشال برای ایرانی ها به اون زخمی ها میکوشن، اگر سالمیه چیزی ندارد اونها سعی میکنن اسیر میگرن، ولی اگر زخمی و میخوام یک کمک اونها میکوشن. زاهد در این عملیات امدادگری 14 ساله بود که تازه به جبهه می آمد. برای پاکسازی منطقه نفراتی که همراه من بودن هر زخمی رو که می گرفتن، چون دستور جمع‌آوری زخمی ها اسرا چیزی صادر نشده بود، اینا رو گلوله خلاص می زدن. منتظر اون می کشد بکن. شنیدم اسرا خیلی کشتن. من تو استخر. خب اوایلی که امدادگر بودم سرباز و زخمی عراقی میدیدم دلم میسوخت. پانسمان میکردم زخمی های عراقی رو، آب میخواستن آب بهشون میدادم، کمک بهشون میکردم. سعید یه گله داره درد میره. در حالی که نجا ابو در خون خود میغلطید، قرآن کوچک و عکس همسر و پسرش را به سرباز ایرانی نشان داد. نگاه کرد، من فکر میکنم اونها دارد سلاحش ببرد منو بکشد. من چشمم باز کردم و دیدم یه جوان نسبیل داره، یه موه کچکه، یه خوشکلی. من نگاه کردم، خودش به من نگاه کرد و به قرآن نگاه کرد. گفت این بچه که من زبان فارسی بلدی نیست. گفت انا مسلم مسلم، فقط این حرف های مسلم مسلم.